امام جمعه مشهد میگوید جمهوری اسلامی ایران دیگر برای به دست آوردن درآمد ناشی از فروش نفت خود به شبکه بانکی بین المللی نیازی ندارد احمد عدم الهدا امام جمعه مشهد که پدر همسر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم هست روز جمعه با ستایش دولت رئیسی گفت که تحریم های آمریکا دیگر بر اقتصاد ایران اثری ندارد. علم الهدا گفت خوشبختانه بر اساس جرأتی که این دولت دارد بنابر تحریم شکنی گذاشته شد. در نتیجه تحریم شکنی فروش نفت ما یک مقدار توسعه پیدا کرد تا ما بتوانیم با شگرت های خود نفتمان را در دنیا بفروشیم و از این راه زندگی مردممان را از زیر فشار درآوریم. او افزود آمریکا دیده اگر فروش نفت ما توسعه پیدا کند دیگر تحریمهایش اثر ندارد آخرین حربه آمریکایی ها این بود که دیگر اجازه ندهند پولهایمان به وسیله بانک های جهانی به ما منتقل شود اما اکنون اقدام های دولت ما به جایی رسیده است که دیگر به انتقال پول از طریق بانک های بین المللی احتیاج نداریم. علم الحدا توضیح نداده است که جمهوری اسلامی ایران از چه راهی پول خود را به داخل ایران منتقل می کند؟ این در حالی است که کارگروه اقدام مالی یا همان FATF به تازگی تصمیم گرفته است که جمهوری اسلامی ایران به دلیل شاعبه دست داشتن در پولشویی در فهرست سیاه باقی بماند. روزنامه شرق چپ تهران در روز شنبه خود نوشته بود که ادامه حضور جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه FATF با واکنش منفی رسانه ها و افکار عمومی در داخل ایران همراه شده است. اما از دید حامیان دولت ابراهیم رئیسی پیوستن جمهوری اسلامی ایران به آن اهمیتی ندارد زیرا معتقدند که مراودات تجاری و مالی جمهوری اسلامی ایران به خوبی برقرار است غلام رضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام درباره FATF گفته بود این سازمان اخیرا باز هم نام جمهوری اسلامی ایران در ادامه تصمیم های خود آورده و جمهوری اسلامی ایران را یک دولت غیر همکار معرفی کرده است. ادهی در مطبوعات و رسانه ها سر و صدا به راه انداختند ولی اتفاق تازه رخ نداده است و دولت و شرکت هایی که با ما کار می کردند باز هم کار خواهند کرد. چون احتیاط های خود را دارند و می دانند که کشور ما پولشویی و تأمین مالی تروریسم ندارد و امنیت در کشور ما برقرار است و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بر اوضاع امنیتی مسلطند به گفته مصباحی مقدم جمهوری اسلامی ایران با وجود حضور در فهرست سیاه همچنان با کشورها داد و ستت می کند و روابط مالی دارد و وضعیت نسبت به گذشته تفاوت نکرده است اما دستن کاران اقتصادی نظرات کاملا متفاوتی ارائه دادند. غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران روز شنبه گفت که سیر حرکت اقتصادی ایران در سال گذشته نشان می دهد که سهم جمهوری اسلامی ایران از اقتصاد جهانی نصف شده است. شافعی افزود در حوزه صنعت و کشاورزی تعبیر درستی از خودکفایی در کشور وجود ندارد. و تصور می شود خودکفایی یعنی تولید صرف تا صد محصولات را خودمان انجام دهیم و به طور مثال کارخانه به جای توجه به اصل محصول در صدد از کارتون بندی را نیز خودش تولید کند. محمد رضا معتمد کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرگزاری فارس در مورد دلایل ریزش شدید شاخص کل بورس تهران گفت فضای بین المللی و تعامل و توافق با کشورهای دیگر هنوز مسئله نقل و انتقال پول و ارز را حل نکرده است. در همین حال مصطفی هاشمی تبا نامزد پیشون ریاست جمهوری ایران هم روز شنبه در سرنوشت بررسی FATF ای در مجمع تشخیص مسلحت نظام گفت با این اصاف و اینکه دولت فعلی برای بررسی لایحه در مجمع درخواستی ندارد توصیه میکنم از اساس از سازمان ملل و اصلا از پیمان هایم خارج شویم و خیال خودمان را راحت کنیم که با هیچ کنوانسیون و نهاد خارجی مراوده نداریم و ببینیم به تنهایی چگونه میخواهیم کشور را اداره کنیم حال اگر در این بین خودمان به شکلی کشور را اداره کردیم که در سیصد دشت زمین نشست کرد هم ایرادی ندارد چرا شکلک خنده تبلیغ علیه نظام است به قلم ژیلا و یعقوب نهادهای مختلف امنیتی برای مهدی محمودیان روزنامه نگار و فعال حقوق بشر طی 23 ماه که البته 19 ماهش را آزاد بوده و بقیهش در زندان هفت پرونده قضایی ساختند یکی از پرونده ها مربوط به توییت هایش درباره نوید افکاری و دیگر زندانیان سیاسی و برخی از مسائل روز است. از همه عجیبتر این است. در میان 170 توییت اتهامی مهدی محمودیان یکی از توییت ها که فقط سه تا شکلک خنده بوده به عنوان تبلیغ علیه نظام در پروندهش ارائه شده. خب شکلک خنده را چرا تبلیغ علیه نظام گرفته اید؟ یکی از اتهامات دیگر او نشر اکازی است چون در پاسخ به عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان که گفته بود مرگ ناشی از کرونا در آمریکا بیشتر از ایران است نوشته بود جمعیت آمریکا شش برابر ایران است و این را در محاسبت باید لحاظ کنی در واقع مهدی محمودیان میخواسته به کسی محاسبه درست ریاضی را یاد بدهد همین شده مستاق اتهام امنیتی به قول مهدی اتهامش در واقع این است که چرا گفته ده بزرگتر از هشت است و یا دو ضرب در دو میشود چهار و نه پنج واقعا که این موضوع خنده داره یعنی مسئولین دیگه هیچ چیزی گیر نیاوردن هیچی دم دستشون نبوده که اومدن به توییت های سه تا شکلک خنده گیر دادن و اونو تبلیغ علیه نظام عنوان کردن دیگه چجوری بگن که شما هر کاری بکنین ما میندازیمتون تو هلفتونی حالا اگه میخواین هر حرفی بزنی بسم الله بفرمایید بزنین هیچ غمتون نباشه ما خودمون میدونیم که چه اتهاماتی رو به چه چیزها و چه کارهاییتون نسبت بدیم اصلا نگران این موضوع نباشید دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار